خوابم میاد. سلام. خب بچه‌ها، به نظر من تابستون overrated ترین فصل ساله. خب خیلی خفنه که آدم درس و مدرسه و اینجور چیزا نداشته باشه، ولی من خودم از وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدم تا الان تابستونام هی چرت‌تر شدن، چون که دیگه اون حسی که وای مدرسه و دانشگاه تعطیل شده رو ندارم. الان چند ساله؟ پنج ساله که دیگه اون حس خوشحالی تعطیل شدن رو ندارم، استخرم ندارم، واسه همین نمیدونم تابستون قراره به چه دردی بخوره. بعد کافیه که توی فصل تابستون اینستاگرام رو باز کنی که افسردگی مفرط بگیر. همه با هیکلای خفن، با پوستای صاف و خیلی ترتمیزه، یک کوچولو برونزه، با موهای ویویه که خورده آفتاب خورده، با نوشیدنیشون لب آبن با دوستاشون. چجوری همه انقدر تو تابستون بهشون خوش میگذره؟ تابستون قبلی که هیچی، من اصلا راجعش صحبت نمی کنم به خاطر اینکه همه جا قرنطینه بود، همه جای دنیا همه توی قرنطینه بودن و داشتن سعی میکردن یه جوری سر کنن. قبلش هم تو خونه بودم، داشتم میپختم و اینستاگرام چک میکردم. این تابستون ولی قرار فرق داشته باشه. محض رضای خدا باید فرق داشته باشه. یه کوچولو برای تابستونم برنامه بچینم الان. بعد یه چیز مهم برای اینجور برنامه ریختنا اینه که آدم هم برای کارش برنامه بچینه هم برای تفریح. یعنی دلیل نمیشه چون تابستون آدم مثلا همه چی رو ول کنه فقط بره بیرون مثلا با مایو بگرده. نه اتفاقا تابستون خیلی خیلی موقع خوبیه برای اینکه آدم پروداکتیو باشه، مخصوصا برای کسایی که مدرسه و دانشگاه و اینا میرن. دوربینم به قدری اذیت کرد که یادم رفت داشتم چی میگفتم. خلاص اینکه تابستون برای همه موقعیت خیلی 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 خوبیه که کلی پروداکتیو باشن، مخصوصا کسایی که مدرسه و دانشگاه اینجور چیزا دارن. تابستون وقت خیلی خیلی خوبیه که زمینهای کاری مختلفی رو که دوست دارن تست کنن، اینترنشیپ بگیرن، اگه لازمه مثلا برای اون کاری که قرار بکنن برن یه مهارت یاد بگیرن، مثلا کلاس اسم بنویسن، تمرین کنن. و از همه چی مهمتر اینکه آدم به هابیاش، به علایقش برسه، برای اینجور علایقش وقت بذاره و تمرین کنه و انجامشون بده. من خودم هم توی برنامه امروزم که قرار بریزم قراره کلی از اینجور کلاس ها و هاوی ها و اینجور چیزا بچینم، مخصوصا الان که قرنطینه و اینجور چیزا هم تموم شده، کلی کار خفن با حال جدید میشه انجام داد. خب من رو نشستم قشنگ با خودم فکر کردم که چه کاری میخوام این تابستون انجام بدم، نه از روی اون چرت و پرتی که از روی سوشال میدیا میبینم، از روی چیزایی که برای خودم مهمه، برای خودم ارزشه، خودم دوست دارم انجام بدم. اینا رو لیست کردم که بعد بشینم بچینمشون توی گوگل کلندرم توی برنامه ماهانم. مثلا میخوام شروع کنم رفتن به باشگاه. دلم میخواد کلی ادونچر داشته باشم که اونو واقعا نمیشه براش برنامه ریزی کرد، فقط میتونم یه سری روزو براش خالی کنم که برم بگردم، برم یه سری کارهای لحظه ای انجام بدم، مثلا یه جایی رو که تا حالا ندیدم و یه روز کامل بذارم بگردم. اینجا نوشتم که میخوام خوابمو درست کنم و صبح زود پاشم. الان فکر کنم مثلا 18 ساله که میخوام خوابمو درست کنم و صبح زود پاشم. خیلی بهتر شدم ولی هنوز روزایی هست که تا 11 بخوابم. اینجوری کل تابستونم خواب خواهم بود، همه دنیا رو آب میبره، منو خواب میبره. یه برنامه کوچیک مسافرت میخوام بچینم. دلم میخواد براتون بیشتر ویدیو بذارم چون احساس میکنم این چیزیه که خیلی خیلی میخواین و منم خیلی دوست دارم که بتونم بهتون بدمش. فقط واقعا با وجود ساعتهای فوق العاده طولانی ادیت، بیشتر از این چیزی که میبینین وقت نمیشه، ولی یه برنامه خیلی خیلی خوب براش دارم که اونم باید بچینم. راستش الان که همه چی رو میدونم خیلی ذوق دارم برای تابستون، یعنی این کاری رو که نوشتم خیلی خیلی دلم میخواد انجام بدم. امیدوارم برای همتونم تابستون خیلی 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 باحال خوبی باشه، به همه چیزی که دوست دارین برسین، به همه فعالیت ها و کارا و کلاس ها و هابی ها و چیزی که دوست دارین برسین. من برم سنگین برنامه‌ریزی کنم. بچه‌ها من الان کلی همه این زنگ منگامو زدم، جمعه قراره برم باشگاه. چیزی که رفت رو مخم اینه که آرایشگاه پره، تا اواسط تابستون پره، نمیتونم برم. حالا شده احساس کنین که جلوی موهاتون یه ذره زیادی بلنده و تصمیم بگیرین کوتاهش کنین.
نمیدونم الان این کار امتحان کنم یا نه. اگه میخواین این کار رو یاد بگیرین، بریم ویدیوهای آرایشگر حرفه‌ای رو ببینین، نه منو. و اینکه میتونستم برم یه جای دیگه این کار رو انجام بدم، ولی میترسم آرایشگرم ناراحت شه و برای اینکه ناراحت نشه مجبوره گندی رو که من امروز میزنم بعدن خودش جمع کنه. اینجا باید مثلث شه، اینجا مثلثیه. خب معلومه وقتی مو تو چشم نمیتونم ببینم اینجا مثلثیه یا نه. مطمئنم این کار اشتباهه، این بزرگترین اشتباه زندگیمه. تو زندگیم از این اشتباه بزرگتر انجام دادم؟ نه. البته موقع انتخاب رشته پنیک کردم، بعد نرفتم دنبال علاقه‌ام یعنی موسیقی. واسه همین اول اونه بعد این. این دوتا اشتباه های بزرگ زندگیمه. Great, so because when it's wet, it weighs your hair down and it gets rid of all your texture. And I just made that first little snippy snip. I'm gonna let that go. I'm gonna recomb it and I am going to... وای خیلی کوتاه شد. وای چقدر زشت شد. اشتباه کردم. وای چقدر تا به تا زشت شد. وای چقدر تا به تا زشت شد. غلط کردم. از این به بعد دیگه منو نمیبینین روی آنلاین، چون که تا به تا زشت شد. خب ببینیم بقیه‌اش چیه. این چیکار کردم؟ اینو با شونه خاطی کردم. به جای که شونه بکشم رو موهام از بالا داشتم قیچی. من ذره ای به خودم اعتماد ندارم برای این کار. اجا غلطی کردم. وای این کشترین چیزیه که تو زندگیم دیدم. این کشترین چیزیه که دیدم تا حالا تو زندگی. چرا کجه؟ چرا اینجوریه؟ خب بچه ها الان فرق وسط کرد. بعد موهاشو میگیره، بعد میگه دستتون موازی با این، یعنی اگه این اینجوریه دستمو اینجوری میگیرم و میارم این موها رو این ور. نمیخوام خیلی کوتاشه. نمیبینم هیچی چون که موهام جلوی چشمه نمیبینم. نمیخوام کوتاشه. آستیگمات داره اذیتم میکنه. حالا اینو چجوری کنم منی که راست دستم؟ اینجوری و بیا این ور. خب خوشگله. بعد که اومدی این ور بعد این اضافه ها رو بزنی بره. بزن بره. اصلا نگران نباش، نگران هیچی نباش تو زندگیت. بزن موها رو بره. وای خیلی بد شد بچه ها، خیلی بد شد بچه ها، خیلی بد شد. خب حالا میخوام سشوار بکشم. بچه ها برشت اگه توی برسم مو هست، چون که موهای من مثل یک گربه یا سگ یا جفتش همیشه در حال ریختنه. نمیدونم میبینین یا نه این گوشینش میافتاد، ببخشید. این اینجاش خیلی حرفه‌ای و قشنگه. بذارین یه چیزی رو بهتون جدی بگم، چون که بعد جدی بشنوین حرفمو. یه تیکه مو همینجوری زدم. خب این که از این که رفت تموم شد، هیچ وقت هم دیگه برنمیگرده. جدی بد نشد. بذارین. خب بچه ها امیدوارم که عقل تو کلتون باشه و این کارو با من انجام نداده باشین. اگرم انجام دادین به هر دلیلی، همیشه میتونین موهاتون رو این چتری که این شکلی تصمیم گرفتین بزنین و که چتری هم نیستن، بزنین پشت گوشتون و بقیه تابستون رو اینجوری باشین. هر کی باتون حرف زد سریع اینجوری کنین. اتفاقا خیلی دلبره. میدونین چی میگم؟ مثلا من جدیدن یه سری ویدیو دیدم، به یه چیز جدیدی پی بردم. من هر وقت روی این میز میام به ضررمه. خب هر وقت دارم میام اینجا به ضررمه. اکریلیک نیل مجانی گرفتم. بدترین روز دنیا بود. بدترین روز ناخونام داغون شد. وقت گذاشتم درست کردم. مفت و مجانی. امروز قرار چی کار کنیم؟ دفعه قبل یه تیشرت مجانی گرفتیم. دیگه چی میخوای؟ الان قرار چی بشه؟ یه سری غذاهایی هستن که تو فکر نمی‌کنی این دو تا با هم دیگه خوشمزه میشن. خب ولی مثل اینکه خیلی با هم دیگه خوشمزن. یعنی آدم‌ها اینا رو خیلی دوست دارن. مثل پفک و ماست. شاید مثل چیپس و ماست ما ایرانی‌ها که همه خارجی ها ندارن. آره چیپس و اسکلن بچه‌ها اینجا. امروز الان می‌خوایم با هم دیگه چند تا از اونا رو چند تا از باحالاشو که خودم بریم تست کنم. بریم. خب اولیش هست نون
کشمش و دارچین و پینات باتر کره بادام زمینی با پیاز. برو بابا. میگم خیلی خوشمزه میشه. نه. چرا؟ میگم خیلی خوشمزه میشه. پیازا رو بذار. پیازا رو بذار. این مطمئنم بدمزه است. این چه ایده هایی در میاری؟ پینات باتر و نونه کشمشی. همه گفتن خوب میشه. بذارم خیلی بده. بده؟ آره. جدی من؟ روانی آدم اگه این کارو بکنه اصلا. انگار کره با بزنی پیاز بخوری دیگه. چه مزه‌اش اصلا جداه. کره با بزنی پیاز و به هم نمیاد. بچه اینا امتحان نکنید. من ببینم یک از ده. بچه با نون کشمشی خوشمزه است. چون که نون کشمشیش خیلی خوشمزه است. بعدی بهتر از اینه؟ تو رو خدا. نمی‌تونم. این که خیلی خوب بود. ترکیب بعدی. خب. تو که خیلی کمپلکس داری فکر کنم خیلی خوشمزه. بله. خب. شیره ولی با چیتوز خود همه میگن خوشمزه میشه. تو اول شیر رو میریزی بعد جنس می... اول تو روانی نکنی. اول من کمپلکس یه چیز رو میریزه بعد شیر میریزه. ایش که اول شیر نمیریزه. اول شیر رو میریزی بعد روشون داستانی که میخوایی نکنی این کارا. نکنی نمیتونم. تو چرا این میریزی؟ ایش که تو شیر نمیریزه میپاشه. چی؟ هیچ کی تو شیر نمیریزه. مگه جنگه؟ اول جنس بعد شیر. شیر رو میریزی؟ نکن. بعد جنسی که میخوایی میریزی. از کجا میریزی چقدر تو از تصدیر رو مخم میری. از کجا میریزی چقدر جنس؟ تو از کجا میریزی چقدر شیر میخوای؟ یعنی چی؟ اینجوری که اول شیر رو شیر نسبت کمپلکسه. چقدر شیر جنس میخوام. الان من فقط اینقدر شیر میخوام. با این خیلی بد باشه بچه ها. این نمیخوام خیلی باحال بشه چون که الان رنگش وحشتناک چندشه. مزه پفکه اینقدر قویه که هیچی از شیرش نمیفهمم. یعنی اصلا بچه انگار مثلا داری پفکه خیس میخوری. دوست داری پفکه خیس؟ من فکرم با آبم بخوری همین مزه رو بده. عجیبه ولی بد نیست اصلا. اصلا نمیتونم بگم بد مزه. آخه اصلا بد نیست چون که مزه پفک میده. من میتونستم اینو بخورم ولی خب چرا؟ چرا آدم این کارو بکنه آخه؟ خب کوروش بعدی رو بچه من عاشق بستنی هم تا بعدت بیاد یه هیولا برد باشه. خب هرچی با بستنی باشه بگو. همه بستنی دوست دارن. من خیلی بستنی دوست دارم. دشمن. فقط امروز بستنی تو قراره با سویا سس بخوری. بستنی با سویا. مردم روی اینترنت میگن خوشمزه. مردم روی اینترنت خوردن. میبینی چه قشنگو اصلا داره چیزش داره میکنه. از این هاست که دیدیم سرکه رو میدیدیم چیز خرابش میکنه. خیلی هم خوشمزه است. من نخوردم. خوب بود پس میخورم. امتحان کنیم بچه. امتحان کنیم شما بگیم. به نظر من اینه انگار بستنی شوره. آره اصلا چیز بدی نیست. بچه بریم یالند فقط از این غذا بهتون میدن. سویا و بستنی و نه پفک و شیر و بیاییم پیش من. شاندیز ماهیچه بلال بهتون میدن بچه. بلال بیشتر این چیزی بود که من خودم دوست داشتم. من دیگه میگم آب از سر گذاشتی. دیگه الان هرچی بیاری دیگه اصلا مهم نیست. اینو میبینی؟ خب هات چاکلته. شیر کاکائو نیست. هات چاکلته. مگه یکی نیست هات چاکلته؟ این هات چاکلته از امروز به بعد این اسمش هات چاکلته. یکی نیست. شیر کاکائو سردشه. هات چاکلت داغش مگه نیست؟ نه؟ اشو دارم میکنم یا اینو میبینی؟ این هات چاکلته. خب باشه باشی. خب همین پرمیزی تو پورت میکشی. یه قلوب یه گاز از این یه قلوب از اون دیشلمه میگن به این کار. چی میگفتن به این کار؟ پنیریه. اینجوری کن یه پنیرامون رو بزنیم به هم. قشنگ بخیسون. تیلیت تیلیتش کن. کار بوده کسی که این کار کرده. حسابی بشم قواس داریم حالا. چرا چین کردی؟ اونقدر تمام شکلات بکنم کنم این بگیره. خب بگیر. بابا دیگه مشکل داری؟ یه چیزی که درم خوردیم خوب نبود. این خیلی خوشمزه است. قشنگ زدی اون تو؟ قشنگ زدم اون تو. مزه بهشت میده. بهشت تو با بهشت من فرق میکنه. بیا یه گاز شکلات بزنم و پنیر ببینم اون چی میشه. بیارم؟ بچه ها واقعا فکر کنم یه ایده میلیون دلاری به ذهنم رسید. چی؟ نمیدونم باید جلو بچه بگم بچه ها زودتر از من میرن اون کار میکنن. چی؟ بچه ها اگه ایدم رو بدوزدین بعد بیلیونر بشین. مطمئنم ایدت بیلیونر به من بیاین توی تویچ یه ذره شو دونیت کنیم. این چیزی میگم و تجسم کنم فکر سردر مغازه هست. شکلات پنیری
شکلات پنیری. بابا چه جوریه؟ سوسیس پنیری چه جوری مردم بخورن؟ خب شکلات پنیری خب الان با هم بخورش بگه ببینم چه جوری میشه. شکلات پنیری. ببینید من کی گفتم بچا پس فردا این یارو چیه بچه اینجوریه روشه کینده میاد شکلات پنیری میزنه معروفه چه بیلیونر میشه بعد من تو اسکل و تا هر جا بگیشی باورش نمیشه میگن اون بارا همیشه آره باشه منم تلویزیون رو اختراع کردم منم تلفن رو اختراع کردم اینجوری شکلات پنیری استار هایپ کردی شکلات پنیری بچه ها ایده بیلیون دلاری ایده شو ندازدینه بچه ها ایده رو شیرینه زیادی شیرینه خب ریشیوش خوب نبود مقدار شکلات پنیر این پنیر هم پشت پنیرش بخوری درست شد دو دوبل پنیر بود مقیاس طلایی رو رعایت نکردی آزمایشات رو من بدبخت آزمایش موش همه هم یادمون رفت که من یه پتن ثبت کردم من رو بخورم همه این ایده من بخورم از تفهم آمادت بیا بیرون میده میام